خدا رو شکر. من هم سلام میگم به تک تک شما خواهر برادران عزیز و خوشحالم که امروز تعداد بیشتری اینجا هستن که در واقع من میتونم اینجا بایستم و مخاطبین زیادی رو داریم. دو دفعه گذشته بودن تعداد خیلی کم بود. فاصله بدم. الان چطوره؟ خوبه؟ یکم سخت بود. البته چند نفر از عزیزان بودن. هر چقدر تعدادش بیننده و شنونده بیشتر باشه مسلما بهتر. یک ضرب المثلی هم داریم که میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. و همینطور سلام میگم به عزیزانی که در خانه هستید و برنامه های ما رو دنبال میکنید و خدا رو شکر میکنم که خدایی داریم که خوانده شدگان خودش رو توانمند میسازه تا در تمام ضعف ها، سختی ها، کم و کاستی ها، پایین ها و بالا ها اما قوت میبخشه که اونها بتونن خدمت کنن و من هم یکی از اونها هستم. در این چند هفته اخیر به یک موضوعی فکر میکردم و به این کلامی که بیشتر خدا در قلب من گذاشته بود، یک سوالی رو احساس میکردم که روح القدس از خود من میپرسه و خیلی قوی احساس کردم که خدا میگه که این سوال رو به کلیسا منتقل کن، به کلیسا بگو. و سوالی هستش که شاید جواب خاصی نتونیم براش پیدا کنیم اما میتونه تا آخرین لحظه زندگی ما همراه ما باشه. و اون سوال این هستش که چقدر عیسی مسیح رو میشناسیم؟ چقدر عیسی مسیح رو میشناسیم؟ فکر نمی کنم بشه جواب خاصی داد، مثلا بگیم کم، زیاد یا درصد بذاریم، چون شناخت ها متفاوته، تجربه ها متفاوته. هر کدوم ما تجربیاتی داریم با عیسی مسیح، هر کدوم بنا به فراخور زندگی ما، گذشته ما، شخصیت ما، مشکلاتی که داشتیم، بعضی ها شاید تجربه ها شبیه هم باشه و بعضی ها متفاوته. صدا اذیت میکنه یا خوبه؟ میپیچه؟ خودم احساس میکنم. الان چطوره؟ الان بهتره صدا؟ یا یکم فاصله بدم؟ الان بهتره؟ اوکی. همه ما تجربیات متفاوتی داریم و تجربیات ما با عیساست که ما رو به شناخت اون میبره و اینکه چقدر ما عیسی رو میشناسیم حتی به سن روحانی ما ربطی نداره. ما میتونیم یک نوع ایمان باشیم و یا میتونیم چندین سال ایمان داشته باشیم، حتی اینکه در چه جایگاه و چه منصبی هستیم، میگم باز نوع ایمان باشیم یا حتی شبان کلیسا باشیم. این سوال که من و شما چقدر عیسی مسیح رو میشناسیم؟ میخوام اتفاقا چند بار تکرار کنم که ذهنهای همه به چالش کشیده بشه و این سوالی هستش که میتونه هر بار به خاطر اینکه یک جوابی براش پیدا کنیم ما رو به یک شناخت عمیق‌تری ببره، ما رو به یک شناخت جلوتری ببره. کسی که واقعا دوست داره با عیسی مسیح خداوند بیشتر آشنا بشه، این سوال همیشه یک انگیزه و یک نیروی محرکه‌ای هستش که او رو به پیش ببره. من فکر میکنم در بین شاگردان عیسی، یوحنا کسی بود که شناخت خیلی متفاوتی از عیسی داشت و ما این رو در همون انجیلش میتونیم باب یک ببینیم. ما میبینیم که انجیلی که یوحنا نوشت و جملات و کلماتی که استفاده کرد خیلی متفاوت از چهار انجیل دیگه است. او یک درک متفاوتی از خداوندی عیسی داشت، از شخصیت عیسی داشت، از ازلی و ابدی بودن عیسی داشت و این رابطه عمیق و نزدیک یوحنا با عیسی بود. ما در بابهای آخر انجیل یوحنا میبینیم که او خودش رو شاگرد محبوب عیسی معرفی میکنه، میگه شاگردی که عیسی او رو محبت میکرد، شاگردی که عیسی او رو دوست میداشت، تا جایی که حتی پتروس به او حسودی کرد و یه بتوچه از عیسی مسیح شنید به خاطر یوحنا. و جای دیگه در انجیل یوحنا میگه او شاگردی بود که سر بر سینه استاد میگذاشت، سر بر سینه عیسی میگذاشت. من همیشه با خودم فکر میکنم، میگم که یوحنا که اینقدر نزدیک بود به عیسی، اینقدر در خلوت او بود، با او رابطه نزدیک داشت، یا سر بر سینه عیسی میگذاشت، او شاید تنها شاگردی بود که صدای تپش قلب عیسی رو شنیده بود وقتی سر بر سینه او میگذاشت. و همیشه فکر میکنم وقتی که سرش رو سینه عیسی میگذاشت، عیسی در مورد چه چیزهایی با او صحبت میکرد؟ چه چیزهایی در گوش او میگفت؟ از چه معجزات و چه کارهای بزرگی صحبت میکرد؟ شاید در مورد صبح پیدایش صحبت میکرد که چطور او و پدر توسط روح القدس آسمانها و زمین رو خلق کردن، چطور آبها پر از ماهی ها شد، چطور آسمان پر از پرندگان شد، چطور آدم و حوا خلق شدن و خیلی معجزات و اتفاقاتی که در عهد عتیق افتاده. چه چیزهایی رو عیسی به یوحنا میگفت که یوحنا در آخرین آیه از انجیل خودش
باب 21 آیه 25 میگه عیسی کارهای بسیار دیگر نیز کرد که اگر یک به یک نوشته میشد گمان نمی کنم حتی تمامی جهان نیز گنجایش آن نوشته ها رو می داشت. ادعایی که یوحنا کرد هیچکی نکرد، پس او یه چیزهایی می دونست. او شناخت متفاوتی رو از عیسی داشت و مورد اعتماد عیسی بود، و چون شاگرد مورد اعتماد عیسی بود، امین بود، عیسی تصمیم گرفت که یک ملاقات متفاوتی هم با یوحنا داشته باشه. زمانی که یوحنا در پیری بود و به خاطر مسیحیت یا خدمت در جزیره تبعید بود، جزیره پتموس، عیسی یک ملاقاتی متفاوت رو با شاگرد محبوب و وفادار خودش میکنه، و این شاگرد، این ملاقات خیلی با ملاقاتهای قبلی یوحنا و عیسی متفاوت بود، و همینطور اکثر الهیاتدانا و مفسرین میگن این ملاقات یوحنا و عیسی که در مکاشفه باب یک هست آخرین ظاهرسازی آشکار عیسی به یک انسان در روی زمین هست، و بعد از اون هیچگاه خودش رو بر کسی اینطور آشکارا ظاهر نکرد. دوست داریم ملاقات یوحنا و عیسی رو با هم ببینیم چه ملاقاتی بود. با هم به کتاب مکاشفه بریم. عزیزانی که در خانه هستید و اگر اینجا کتاب مقدس رو دارید، مکاشفه باب 1 آیه 9 تا 18 رو با هم دیگه امروز بررسی خواهیم کرد. یک مقدار موعظه امروز به خاطر اینکه چیزهایی رو بتونیم باز کنیم، شاید حالت تعلیمی بشه، اما مطمئنم که جالب خواهد بود. مکاشفه باب 1 آیه 9 تا 18: من یوحنا برادر شما که در رنج‌ها و در پادشاهی و در استقامتی که در عیسی از آن ماست با شما شریکم. به خاطر کلام خدا و شهادت عیسی در جزیره پاتموس بودم، در روز خداوند در روح شدم و صدایی بلند چون بانگ شیپور از پشت سر شنیدم که می گفت آنچه را که می‌بینی بر توماری بنویس و به 7 کلیسای افسوس، اسمیرنا، پرگاموم، تیاتیرا، ساردس، فیلادلفیه و لاودیکیه بفرست. پس رو به عقب برگردانیدم تا ببینم آن چه صدایی است که با من سخن میگوید، و چون برگشتم 7 چراغدان طلا دیدم و در میان آن چراغدانها یکی را دیدم که به پسر انسان میمانست. او ردای بلند بر تن داشت و شالی زرین بر گرد سینه، سر و مویش چون پشم سفید بود به سفیدی برف و چشمانش چون آتش مشتعل بود. پاهایش چون برنج تافته بود در کوره گداخته و صدایش به قرش سیلاب‌های خروشان می‌مانست، و در دست راستش 7 ستاره داشت و از دهانش شمشیری بران و دودم بیرون می‌آمد و چهره‌اش چنان خورشید بود در درخشش کامل. چون او را دیدم همچون مرده پیش پایش افتادم، اما او دست راستش را بر من نهاد و گفت بیم مدار، من اولم و من آخر، و من آن که زنده اوست، مرده بودم اما اینک ببین که زنده جاویدم و کلیدهای مرگ و جهان مردگان در دست من است. آمین. از آن کتاب مکاشفه شاید وقتی که اینطوری بخونیم و این عیسی رو بخوایم تصور کنیم، خیلی چیز وحشتناکی جلوی چشم ما میاد. یه عیسایی که شعله آتش میاد، از دهانش شمشیر میاد، و یک چیز خیلی غیر قابل تصوری هست. ما باید بدونیم که کتاب مکاشفه به یک زبان استعاری و نمادین نوشته شده که در ادبیات یونانی به زبان آپوکالیپتیک معروف هست، و به خاطر این بود که در اون زمان نتونند دقیقاً این چیزهایی که یوحنا داده و عیسی مسیح به یوحنا داده و یوحنا نوشته رو بتونن از بین ببرن و نابود کنن. و در طول این 2000 سال خیلی از مفسرین و دانشمندا سعی کردند که در واقع این کلماتی که هست، عباراتی که هست، استعارات رو باز کنند. خیلی ها باز شده، اما خیلی از قسمت‌های از مکاشفه هنوز در واقع هنوز همه نمی‌دونن دقیق به چه معنی هست. برای همین ما خیلی کم تعلیم و موعظه از کتاب مکاشفه می‌شنویم، چون تفسیر درست و دقیقی نیست. تنها به جرأت میشه گفت تفسیر کامل و درستی که از کتاب مکاشفه هست از سباب اولش هست که نامه به کلیسه هاست. امروز میخوایم با هم این ملاقات، این جوری که یوحنا عیسی رو تفسیر کرده رو با هم باز کنیم، ببینیم این چه عیسی بود. اولین چیزی که میگه در روز خداوند، روز خداوند منظور روز یک شنبه بود، اشاره داره به روز قیام عیسی مسیح، روزی مثل امروز. امروز ما در روز خداوند هستیم، و باشه که حقیقتا دعای من از صبح امروز این بود که همون روحی که یوحنا رو در روز یک شنبه، روز خداوند، چشمان او رو در آسمان باز کرد، امروز چشمان ما از آن در آسمان باز بشه، گوشهای ما باز بشه تا این چیزی که یوحنا دید و شنید رو ما ببینیم و بشنویم. و اشاره که به پسر انسان میکنه، اشاره به دانیال باب 7 هست،
که اونجا کتاب نبوتی دانیال خیلی شبیه کتاب مکاشفه هست که مسیحی که باز میگرده رو به عنوان پسر انسان خطاب میکنه. یوحنا پسر انسان رو میبینه، عیسی رو میبینه که در میان هفت چراغدان طلا، هفت چراغدان طلا در حال گردش است. و در آیه 20 همین باب خود عیسی میگه که این هفت چراغدان همان هفت کلیسا هستند، هفت کلیسایی که اسمش نوشته شده. این نه فقط به اون هفت کلیساست، بلکه عدد هفت عدد سمبل کاملیت و هفت چراغدان یا هفت کلیسا سمبل تمامی کلیساهایی هستش که در تمام قرنها و دوران وجود داشته. و به صورت خاص چون این کتاب برای زمان آخر هستش، برای کلیسای زمان آخر هست. ما وقتی که باب 2 و 3 رو میخونیم میبینیم که عیسی این کلیساها رو خطاب میکنه، اونها رو تشویق میکنه، اونها رو دلگرمی میده و چند جا ایراد به اونها میگیره، میگه توبه کنید. و وقتی که فکر کردم دیدم که اونقدرم وضع کلیساهای زمان آخر نباید خراب باشه، چون بالاخره عیسی به هر کلیسایی گفت این چیز تو خوبه، این کارو میکنی، آفرین، تشویقشون کرد. و حتی باز یه چیزی که من خیلی امیدوارتر کرد این بود که دو تا کلیسا رو اصلا هیچ ایرادی به اونها نگرفت. کلیسای اسمیرینا و فیلادلفیا رو فقط تشویق کرد و دلگرمی داد. و آمین که ما کلیسای فیلادلفیا یا اسمیرینا باشیم که عیسی هیچ ایرادی بر ما نگیره، بلکه ما رو تشویق کنه و دلگرمی بده. پاستور خدا رو شکر. پس می‌بینیم که عیسی در میان هفت چراغدان طلا که سمبل هفت کلیسا هست می‌گرده. اولین چیزی که اون می‌بینه یک ردایی بلند می‌بینه. اسلاید بعدی اگر بریم، من سعی کردم اینها رو به ترتیب بنویسم که بررسی کنیم. میگه اون ردایی بلند بر تن داشت. ردای بلند اینجا اشاره به لباس کاهن اعظم هست. اینجا اشاره می‌کنه که او تنها کسی هست که حقیقتاً همونطوری که رساله عبرانیان میگه اون کهانت اعظم به عهده مسیحه. او تنها کسی است که اجازه داره به حضور خدا بره، در اون قدس الاقداس حقیقی بره و برای قوم کهانت کنه. ردای بلند. بعد از اون میگه شالی زرین بر گرد سینه داشت. کاهن اعظم یک شالی بر سینه خودش میبست اگر در عهد عتیق رو بخونیم، اما این شال طلایی نبود. رنگ‌های متفاوتی داشت و سنگ‌های بهش بود. طلا در کلام خدا نماد جلال و شکوه کهانت و پادشاهی است و همینطور نماد قدوسیت کامل. اینجا داره اشاره میکنه اون کاهن اعظمی هست که تمام جلال، تمام شکوه، تمام حرمت و احترام از آن اوست و او تنها قدوس و تنها پاک مطلق هستش. بعد اشاره میکنه سر و مویش چون پشم و به سفیدی برف بود. این هم باز در عهد قدیم ما در کتاب دانیال باب 7 آیه 9 میبینیم. و به سفیدی برف باز هم اشاره به پاکی و قدوسیت عیسی میکنه. ما این رو به صورت خاص، من سعی کردم جاهایی که به عهد عتیق ربط داره رو هم بتونم در بیارم که با هم دیگه جلو بریم. در اشعیا باب 1 آیه 18 خداوند میگه بیایی تا در برابر یکدیگر حجت بیاوریم. اگرچه گناهان شما چون ارغوان باشد همچون برف سفید خواهد شد و اگرچه همچون قرمز سرخ باشد مانند پشم سفید خواهد شد. اینجا داره اشاره میکنه که او پاک، قدوس، بیلکه، بیعیب و بیگناه هست. خدایی که کلام خدا میگه او تماماً نور هست و هیچ تاریکی در او یافت نمیشه. تا اینجا یوحنا به نوعی قدوسیت عیسی رو داره برای ما آشکار میکنه. و بعدش میگه که چشمانش چون شعله آتش. آتش عزیزان وسیله است برای تقدیس کردن، برای پاک کردن، برای جدا کردن. ما وقتی فلزات رو میخوان پاک کنن، فلزات رو میخوان تمام کثیفی‌ها یا آلیاژ‌های اضافه که ازش داره رو در شعله زیادی رو بهش میدن، آتش زیادی رو بهش میدن، تمام کثیفی‌ها به بالا میاد، تمام آشغالا، تمام اون چیزایی که مال اون فلز نیست بیرون میاد و میتونن بردارن. هنوز هم که هنوزه در صنعت طلاسازی ازش استفاده میشه. طلا رو میگن غال میدن، در آتش میذارن که کثیفی‌ها ازش بیرون بیاد. و همینطور آتش نماد و سمبل داوری هستش که به عیسی سپرده شده. آتش داوری. پس آتش اول از همه به عمل پاک کننده و تقدیس کننده عیسی اشاره میکنه و بعد به داوری او. ما داوری عیسی رو توسط آتش در عهد جدید میبینیم. پولس رسول
در اول قرنتیان باب 3 آیه 12 و 13 موقعی که میگه که عیسی آمد یک پی رو گذاشت، رسولان آمدند و میگه شما هستید که شروع میکنید به زندگی کردن، کار کردن. باب 3 آیه 12 و 13 میگه اگر کسی بر این پی، این فونداسیونی که عیسی گذاشته، رسولان گذاشته، ساختمانی از طلا یا نقره یا سنگهای گرانبها یا چوب یا علف یا کاه بسازد، کار هر کس آشکار خواهد شد، چرا که آن روز، منظور از آن روز، روز خداوند هست، روزی که عیسی بر میگرده، همه چیز را ظاهر خواهد ساخت، زیرا آتش نتیجه کار را آشکار کرده و کیفیت هر کس را، کار هر کس را خواهد آزمود. زیرا که آتش نتیجه کار رو آشکار میکنه و کیفیت کار هر کس رو به ما نشون میده. این سرودی هم که خوندیم در عبرانیان باب 12 و 29 میگه زیرا خدای ما آتش فروبرنده است، خدای ما آتش سوزاننده است. و اینجا میگه این چشمان عیساست، این نگاه عیساست که اون آتش، عزیزان، آتش آزمایش کننده است. نگاه عیساست، عزیزان، که به عمق وجود من و تو میتونه نفوذ کنه، به ته قلب و فکرهای من و تو میتونه برسه، تمام انگیزه های ما رو، تمام نیت های ما رو، هر چیزی که در دل و در فکر ما هست، عیسی مسیح با نگاه خودش، با نگاه چون آتش خودش میتونه بررسی کنه، میتونه کیفیتش رو مشخص کنه. پاهایش چون برنج تافته و در کوره گداخته. وقتی که ما برمیگردیم باز به عهد قدیم در کتاب خروج و لاویان، وقتی که خیمه اجتماع میخواست ساخته بشه، اولین خیمه یا اولین معبد، اولین در واقع محلی که خدا برای پرستش و تقدیم قربانی به قوم خودش داد، خیمه اجتماع بود، توسط موسی و کاهنین ساخته شد و تمام جزئیات این خیمه رو خود خدا به موسی گفت که چطور بسازید، قدس الاقداس، قدس و غیره. وقتی که ما به خیمه اجتماع نگاه میکنیم، پایه تمامی وسایل، پایه هاش همه از برنج بود. اون مذبحی که بخور بهش تقدیم میشد که سمبل پرستش بود، از برنج بود. و چون همه با پرده از هم جدا میشد، دیوار نبود، ساختمون نبود، چون خیمه رو باید ور میداشتن با خودشون میبردند، میخهایی که پرده های قدس الاقداس رو از پرده قدس و پرده قدس رو از حیات بیرونی جدا میکرد، تمام در واقع میتونیم بگیم این خیمه اجتماع رو نگه میداشت، این میخهایی که در زمین فرو میرفت همه از برنج بود. و وقتی که یوحنا عیسی رو میبینه که پاهای او چون برنج دافته و در کوره گداخته شده است، عزیزان، نشانه صلابت، قدرت، پایداری و حضور مطلق و غیر قابل انکار عیسی است که او پایه و اساس هر چیزی هستش که در این آفرینش وجود داره. هر چیزی که به خدا ربط داره، پایه و اساسش عیساست. صدایش به غرش سیلاب‌های خروشان، صدای آب‌های بسیار، ترجمه عهد قدیم میگه نوشته شده. کسایی که مثل من کنار دریا بزرگ شدن، عزیزان، میدونن در زمستان، در پاییز، زمانی که دریا طوفانی میشه، دریا موج‌های بلندی وقتی که میاد، صداش اونقدر عظیم هست، اونقدر مهیب است که هیچ صدایی نمیتونه بر صدای موج غلبه پیدا کنه. در روزهای طوفانی وقتی که دریا مواج هستش، برای همین میگن به شنا نرید، چون کسی که اگه در حال غرق شدن باشه، هر چقدر فریاد بزنه، صدای او هرگز به ساحل نمیرسه که کسی بخواد به او کمک کنه، چون صدای موج میتونه اون صدا رو خفه کنه و نذاره که اون صدا شنیده بشه. میگه صدای عیسی مثل صدای سیلاب‌های خروشان بود. این، عزیزان، نشان اقتدار و قدرت صدای عیساست. این صدا بود که یوحنا میگه مثل یک شیپور بلند بود از پشت سر من که شنیدم. عزیزان، این صدای مهیب و قدرتمند عیساست که من و تو رو میتونه بیدار کنه، من و تو رو میتونه هوشیار کنه، من و تو رو میتونه به خودمون بیاره. این صدای مهیب و قدرتمند عیساست که هر صدایی که از نفس ما داره در میاد، خواهش‌های ما، آرزوهای پی در پی ما، خودخواهی‌های ما، اونها رو خفه کنه.
هر صدایی که از دنیا داره میاد تا ما رو وسوسه کنه، ما رو به سمت خودش بکشه، این صدای مهیب عیساست که میتونه حتی صدای دنیا رو تو گوش من و تو خفه کنه و روش رو بپوشونه. این صدای مهیب و قدرتمند عیساست که میتونه فراتر از صدای شیطان و تمام نیروهای تاریکی قرار بگیرن، نیروهایی که میخوان ما رو گمراه کنن و از مسیر دور کنن. این صدای مثل سیلابهای خروشان عیساست عزیزان که زمین و کائنات رو میگردونه. سرودی که خوندیم، آوازت زمین را میگرداند. صدای عیساست، صدایی که مثل آبهای بسیاره و میگه هفت ستاره در دست راستش داشت. باز هم در آیه 20 نوشته آن هفت ستاره فرشتگان هفت کلیسان. دو تفسیر برای این هفت ستاره هست. تفسیر دوم، افرادی میگن این دقیقاً همون لغوی باید نگاه کنیم. وقتی عیسی میگه فرشتگان، پس عیسی حتما فرشتگان محافظی رو به کلیسا بخشیده که از کلیسا حفاظت و نگهداری میکنن. تفسیر اول که عده بیشتری از الهیات دانا بر این باور هستن، این هستش که این هفت ستاره یا این هفت فرشته یا در واقع فرشته هر کلیسا سخنگویان روحانی کلیسا هستند. در واقع شبانان و کسانی که کلیسا رو هدایت و رهبری میکنن، مثل فرشته محافظ خدا کلیسا رو حفاظت میکنن. شبانان و سخنگویان روحانی کلیسا اون فرشته یا اون ستاره هستن. و دست راست عیسی، عزیزان هر جایی در کلام خدا دست راست خدا رو میبینیم، دست راست خدا سمبل سه چیز هست. دست راست خدا اول از همه سمبل قدرت خداست، قدرت الهی خداست. دومین نماد سمبل دست تسلی دهنده خداست. دست راست خدا، اولی قدرت خدا، دومی دست تسلی خدا، و سومی دستی هست که وقتی یک اقتداری رو به یک شخصی میبخشه که او رو میخواد برای خدمتی بفرسته، که میگه این دست پشتیبانی میکنه. اینجا سمبل قدرت خداست و میگه که این هفت ستاره، ما اگر بگیم که این هفت ستاره، هر ستاره شبانان کلیسا هستن یا سخنگویان روحانی هستن، میگه یوحنا میگه من اینها رو دیدم در کف دست راست عیسی، یعنی در دست قدرتمند عیسی قرار گرفتن و عیسی از اینها محافظت میکنه. وقتی این رو خوندم و این واقعا بر من باز شد، گفتم وای بر کسی که به ضد این فرشته ها، به ضد این ستاره ها، به ضد شبانان مست شده خدا بلند بشه، به ضد اونها طغیان و شورش کنه، چون اون موقع در مقابل انسان قرار نگرفته. اون موقع این دست قدرتمند عیساست که در مقابل اونها و در زندگی اونها قرار میگیره و اونها را عقب میزنه. و از دهانش شمشیری بران و دودم بیرون می آمد. در عبرانیان باب 4 آیه 12 میگه زیرا کلام خدا زنده و مؤثر است و برنده تر از هر شمشیر دودم و چنان نافذ که نفس و روح و مفاصل و مغز استخوان را جدا می کند و سنجشگر افکار و نیت های دل است. و باز هم در مکاشفه باب 2 آیه 16 خود عیسی میگه پس توبه کن وگرنه به زودی نزد تو خواهم آمد و با شمشیر دهانم با آنها خواهم جنگید. شاید کسی بپرسه چرا شمشیر از دهان عیسی داره میاد بیرون. بعضی وقتا ما خیلی از زمینه اسلام میایم، این تصویرها خیلی برای ما با تصویرهای اسلامی که داشتیم، جو شمشیر ذوالفقار علی بود، دو شاخه میومد و همه جا بود و خیلی کارا میکرد، خیلی گیج میشیم، میگیم این از اون اومده، اون از این گرفته. و اما واقعا وقتی از این سمبولیک و نمادین بدونیم چی، اون موقع برای ما باز میشه. این شمشیر همونطور که کلام خدا نوشته، این کلام عیساست که انقدر برند است، انقدر تیزه، میگه تا مغز استخوان میره و مفصل رو میتونه از استخوان جدا کنه، هر چیزی رو میتونه جدا کنه عزیزان. و روزی که عزیزان عیسی برگرده برای داوری خودش، با کلام نوشته شده خودش من و شما رو داوری خواهد کرد.
سند و مدرک و چیز جدیدی نمیاره که من اینو دارم علیه تو، یا این هستش که من میخوام تو رو داوری کنم. با این کلامی که امروز من و تو در دست خودمون داریم، ما داوری خواهیم شد و اون روز ما هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. نمیتونیم بگیم ما نمیدونستیم، ما نداشتیم، ما نشنیده بودیم، هیچکی به ما نگفته بود. با کلامی که امروز من و تو در دستان خودمون داریم، در خانه های خودمون داریم، که شاید هر روز میخونیم و شاید مدت هاست نخوندیم، با این کلام من و تو داوری خواهیم شد. و داوری، اونجا گفتم، هیچ چیزی نمیتونیم در مقابلش بگیم، چون همه چیز رو از قبل داشتیم. در واقع امتحانی که ما در حضور عیسی داریم، این داوری، یه سری امتحانایی بود ما میدادیم، امتحانای اوپن بوک، کتاب باز، هر چیزی، هر سوال، هر چیزی که ما نیاز داریم که بخوایم جوابی براش پیدا کنیم، خودمون رو تغییر بدیم، خودمون رو درست کنیم، نباید منتظر وحی باشیم از آسمان بیاد. هر آن چیزی که امروز من و شما نیاز داریم عزیزان، در کلام نوشته شده خدا هست برای تبدیل و تغییر ما. آمین. و در آخر میگه چهرهشون خورشید یا آفتاب و در درخشش کامل در قوت خود میتابید. یوحنا یک بار قبلن هم عیسی رو اینطور دیده بود. وقتی هیکل عیسی بر بالای کوه هرمون تبدیل شد، در متا باب 17 میخونیم، اینطور دیده بود. اما این سمبول چیه؟ وقتی یوحنا تمام قدوسیت عیسی رو دید، تمام حاکمیت مطلق او رو دید، تمام داوری او رو دید که چطور با آتش چشمانش داوری خواهد کرد، با شمشیر دهانش داوری خواهد کرد، چطور میاد و با اقتداری که در دستان خودش داره، در آخر چهره چون آفتاب او رو دید که نماد و سمبل عدالت هست. ملاکی باب 4 آیه 2 میگه: اما برای شما که از نام من میترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهایش شفا خواهد بود. و در پایان تمام این چهره‌ای که عیسی از خودش نشون میده، این قدوسیت، این مهیب بودن، این عجیب بودن، این داوری او، داره میگه تمام اینهایی که یوحنا دیدی و ما امروز میشنویم، همه در عدالت کامل هستش. داوری او عادلانه است، سلطنت او عادلانه است، حکمرانی او عادلانه است، قضاوت او عادلانه است. و روزی این خورشید عدالت طلوع خواهد کرد و ما اون رو خواهیم دید. و یوحنا وقتی این ملاقات رو با عیسی کرد، این عیسی رو اینطور دید، تا قبل از اون میدوید در آغوش عیسی، سرش رو میذاشت تو آغوش عیسی، بغلش میکرد، اما میگه مثل مرده پیش پاهای عیسی بر زمین افتاد. مثل مرده پیش پاهای عیسی بر زمین افتاد. و باز اینجا میگه عیسی دست راست خودش رو گذاشت و من رو بلند کرد. اینجا دست راست سمبل چیه؟ تسلی. اونجا سمبل اقتدار بود و اینجا وقتی که یوحنا رو بلند میکنه، داره یوحنا رو تسلی میده. انجیل یوحنا باب 1 آیه 14: و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید، ما بر جلال او نگریستیم، جلالی شایسته آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد، پر از فیض و راستی. میگه ما بر جلال او نگریستیم، پر از فیض و راستی. از آن یوحنا تنها شاگردی بود که پای صلیب بود. بقیه شاگردان فرار کردن، مخفی شده بودن. یوحنا تنها شاگردی بود که پای صلیب عیسی مصلوب رو دید. لحظه‌ای که عیسی داشت درد می‌کشید، یوحنا دید. اون لحظه‌ای که عیسی فریاد زد، گفت تمام شد، عیسی جان داد و مرد، رو یوحنا با چشم خودش دید. اون لحظه‌ای که به پهلوی عیسی نیزه زدن و آب و خون جاری شد، یوحنا به چشم خودش دید. یوحنا لحظه تولد واژه فیض و جاری شدن فیض از آسمان از طریق صلیب رو به چشم خودش دید و تجربه کرد. و الان لازم بود که یوحنا بیاد و یک تجربه متفاوتی با عیسی داشته باشه. عیسی سراسر راستی، عیسی سراسر قدوسیت، عیسی سراسر پاکی. برای همین یوحنا اومد گفت که ما جلال عیسی رو دیدیم، چون او فیض عیسی رو دیده بود،
فیض عیسی رو یوحنا خیلی خوب تجربه کرده بود. برای همین ادعا کرد که ما از پوری او بهره‌مند شدیم، فیض به عوض فیض. او فیض عیسی رو تجربه کرد، راستی عیسی رو تجربه کرد و تونست بگه که ما جلال عیسی رو دیدیم. جلال عیسی عزیزان زمانی آشکار میشه که فیض و راستی در یک ترازوی دو کفه‌ای در یک مرحله و اندازه قرار بگیرند. ما خیلی موقع دعا میکنیم که دعای کاملا درستی هم هست، آرزوی بسیار عالی هست، منم خودم هر روز این دعا رو میکنم. خداوند در زندگی من جلال بیاب، در شخصیت من جلال بیاب، در خانواده من جلال بیاب، در رابطه های من جلال بیاب، در دوستی های من، در خدمت های من تو جلال بیاب. خیلی عالیه و چقدر دعا میکنیم که خداوند فیض ببخش به زندگی من، به شخصیت من، به خدمت من، به رابطه های من. همه اینها عالیه عزیزم، ما باید دعا کنیم. محض فیض ما نجات یافتیم، محض فیضی که ما زندگی میکنیم، محض فیضی که نفس میکشیم. اگه من اینجا ایستادم و دارم صحبت میکنم، خودم بهتر از همه میدونم که فقط و فقط محض فیض هست و دیگر هیچ. اما آیا همون قدری که دعا میکنیم که خداوند فیض ببخش، همون قدری که دعا میکنیم خداوند فیض تو برای من بیاد، آیا همون اندازه دعا میکنیم که خداوند راستی و قدوسیت تو در زندگی من بیاد؟ آیا همون اندازه دعا میکنیم که در قلب من، در فکر من، در رابطه های من راستی تو بیاد؟ یک فرمول خیلی ساده است. اگر ما میخوایم جلال عیسی رو در زندگی خودمون ببینیم، باید فیض و راستی با همدیگه باشه. هفته گذشته ما شنیدیم در مورد کلیساهایی که پاستور عزیز گفتند جلالی دیگه درش دیده نمیشه. من خیلی فکر کردم، گفتم در زمان حاضر از نظر من گذشته رو اونقدر اطلاع ندارم، تاریخ کلیسا رو زیاد نخوندم، فقط چیزی که خودم فکر میکنم، کلیسا در حال حاضر، منظورم از کلیسا، کلیسای ما نیست، کلیسای جهانی است، بیشترین خدمت رو الان داره به دنیا میکنه. از طریق سازمان‌های خیریه متفاوتی که به وجود اومدن، دیاکونی‌ها و خیلی کلیسا داره، مخصوصا کلیسای کاتولیک خیلی دارن حمایت میکنن، خیلی دارن پشتیبانی میکنن. و مخصوصا دنیای امروز که قحطی زده است، که جنگ زده است، دوچار کمبود محبت و فیض، فقط داره محبت و فیض به این دنیا منتقل میشه. لباس میدن، غذا شکمشون سیر میکنن، همه کار میکنن، درستشون میکنن، به قول خواهر نسرین همیشه میگه غذا میدن، سیر میکنن، لباس میپوشن، آماده خوشگل میفرستن تو جهنم. فقط محبت، فقط فیض، فقط کمک. جلال عیسی دیده نمیشه، چون اگر جلال عیسی دیده میشد، اگر این راستی همراهش بود، حداقل نیمی از اون افرادی که داره بهشون خدمت میشه، داره بهشون رسیدگی میشه، داره بهشون کمک میشه، باید ایمان می آوردن. حداقل نیمی باید وارد کلیسا میشدن. اما کلیسا اون جلالی رو که باید داشته باشه نداره. اگه با خودمون رو راست باشیم، من خود منو میگم، اونطور که باید و شاید جلال عیسی از زندگی خود من دیده نمیشه. و سؤالی که میخوام بپرسم، چقدر عیسی مسیح رو میشناسیم؟ آیا این ملاقاتی که یوحنا با عیسی داشت، آیا ما همچین ملاقاتی تا الان با عیسی داشتیم؟ آیا عیسی رو این گونه دیدیم؟ در این قدوسیت، در این عظمت، در این مهیب بودن؟ و عیسایی که به زودی باز خواهد گشت عزیزان، و این عیسایی که به زودی باز خواهد گشت، یوحنا میگه او رو دیدم که در میان چراغدان‌ها میرفت. یوحنا او رو ندید که در میان امت‌ها تردد میکنه، در جهان داره میره، یا حتی ندید که در اورشلیم داره راه میره. گفت در میان هفت چراغدان که سمبل کلیسا هاست. اول پتروس باب 4 آیه 17 میگه زیرا زمان آن رسیده که داوری از خانه خدا آغاز شود، و اگر آغاز آن از ماست، پس سرانجام آنان که انجیل خدا را اطاعت نمیکنند چه خواهد شد؟ زمان آن رسیده که داوری از خانه خدا آغاز بشه، و زمان اون رسیده عزیزان که ما ایمانداران، ما کلیسا، این عیسی رو ملاقات کنیم، یک ملاقات نو و تازه‌ای با عیسی داشته باشیم، در اون قدوسیت او، در اون مهیب بودن او،
چشمان او رو همونطور که یوحنا تعریف میکنه ببینیم، دهان او رو همونطور ببینیم، پاهای او رو ببینیم، قدوسیت او مثل یوحنا ما رو در حضور او خم کنه، ما به زمین بیفتیم. و وقتی این ملاقات رو داشته باشیم، اون موقع هستش که یک چیزی در درون ما عوض میشه، یک چیزی در درون ما تغییر میکنه. ما دیگه هرگز نمیتونیم مثل گذشته زندگی کنیم. ما دیگه هرگز به دنبال خواسته ها، آرزوها، تمناهای بی حد و نصاب خودمون نخواهیم رفت. ما دیگه هرگز با چیزهای گناهایی که در زندگی ما میاد سازش نخواهیم کرد. با گناهکاران سازش نخواهیم کرد. حتی اگه نزدیکترین شخص به ما در خانه و خانواده ما باشه. چون یک ملاقاتی متفاوت و نو با عیسی داشته باشیم. وقت رو تلف نخواهیم کرد. حالا وقت هست، حالا بمونه، حالا یکم زمان بگذره، حالا یک چند سال بیشتر بگذره، حالا این قسمت زندگیم اول درست بشه، بعدن میام این قسمت رو درست میکنم. اون موقع عزیزان تمام توجه و تمام تمرکز ما به این ملاقات خواهد بود و نمیتونیم فراموش کنیم این تصویر عیسی رو. و این هست که از درون ما رو تبدیل به باکره دانا میکنه. ببخشید. این هست عزیزان. این هست که ما رو از درون تبدیل به یک باکره. همش مراقب هستیم. همش مواظب هستیم. مواظب فکرمون. مواظب قلبمون. مواظب زبانمون. مواظب کارهایی که میکنیم. مواظب قضاوتهای خودمون. تا مبادا روزی این عیسی برگرده و ما در مقابل او آماده نباشیم. و اگر آماده نباشیم، وای بر ما. اینجاست که ملاکی در باب 3 آیه 2 میگه کیست که روز آمدن او رو تحمل تواند کرد و کیست که در هنگام ظهور او تواند ایستاد. کیه که اگه آماده نباشه بتونه روزی که او بر میگرده رو تحمل کنه، بتونه در حضور او بیسته. اگر باور داریم که آمدن او نزدیکه، پس باید عزیزان خودمون رو و باور کنید. اگر هر کدوم ما شخصا این ملاقات رو با عیسی داشته باشیم، میتونیم در اطرافیانمون اثر بگذاریم، در کلیسای خودمون تاثیر بذاریم، میتونیم قدوسیت رو وارد کلیسا کنیم. معیارهای ما، رفتارهای ما، رابطه‌های ما تغییر خواهد کرد و زمان اون رسیده که عزیزان ما این ملاقات رو اگر با عیسی نداشتیم داشته باشیم. این ملاقات میتونه در لحظه باشه، موقعی که دعا میکنین عیسی رو ملاقات کنی. شاید چند وقت زمان ببره، اما همه به اشتیاق من و تو رب داره که چقدر در حضور او میریم و از او خواهش میکنیم که خداوند بگذار من این ملاقات متفاوت رو با تو داشته باشم. اون موقع هستش که از ما وارد یک بود تازه، وارد یک قدوسیت تازه، وارد یک مرحله جدیدی از زندگی روحانی با عیسی میشیم. اون موقع هستش که دیگه دعا نمی کنیم خداوند از زندگی من جلال بیاب. اون موقع هستش که دیگران جلال عیسی را از زندگی من و تو خواهند دید. اون موقع دیگه دعا نمی کنیم خداوند از کلیسای ما جلال بیاب. اون موقع دنیا جلال عیسی را از کلیسای ما خواهد دید. اون موقع هستش که این نور درخشنده خواهد شد و همه سوال خواهند کرد که اینها چه خدایی رو می پرستند. آیا دوست دارید این ملاقات رو با عیسی داشته باشید؟ آیا قلب ما مشتاق این گونه ملاقاتی با عیسی هست؟ ملاقاتی که قدوسیت او رو درک کنیم، جان ما بهر او خم بشه؟ آمین. سرپا بیستیم و دعا کنیم. هللویا. شکر خداوند. هللویا خداوند، تو رو شکر میکنیم عیسی خداوند که همگی ما که اینجا هستیم فیض تو رو خداوند رو چشیدیم، فیض تو رو ملاقات کردیم. باور داریم که ما نجات یافته هستیم، باور داریم که ما فرزند خدا هستیم و این یعنی اون ملاقاتی که ما مثل یوحنا پای صلیب با تو داشتیم، که فیض تو جاری شد، که گناهان ما با خون تو پاک شد و شسته شد. اما خداوند میخوایم مثل یوحنا یک ملاقاتی متفاوت با تو داشته باشیم. میخوایم یک شناخت عمیق‌تر و متفاوت‌تری رو با تو داشته باشیم. امروز خداوند که
روز توست، روز خداوند، همان روزی که یوحنا در روح شد و تو رو این گونه دید. ای خداوند دعا میکنیم، ای خداوند دعا میکنیم با صدای خودمون، با دستای برافراشته، که ای خداوند بگذار تو رو این گونه ملاقات کنیم. اگر این در قلب توست برادر خواهر عزیز، صدای خودتو بلند کن، تو خودت به او بگو، اگر تشنه این ملاقات هستی از او بخواه، تا عیسی با اون شکوهش، با اون جلالش، با اون صلابتش، با اون قدوسیت و هیبتش امروز من و تو رو ملاقات کنه. ای خداوند بگذار روی تو رو ببینیم، بگذار ای خداوند مثل یوحنا، مثل یک مرده به پاهای تو بیفتیم و مثل ایوب بگیم تا به امروز گوشهای من درباره تو شنیده بود، اما امروز چشمان من تو رو میبینه. ای خداوند بیا، ای خداوند، ای روح القدس عزیز، تو یوحنا رو بردی، تو یوحنا رو، چشم یوحنا رو، گوش یوحنا رو در آسمان باز کردی. پس امروز هم خداوند روح القدس تو قادری که چشم و گوش ما رو در آسمان باز کنی، تا همون صدایی که یوحنا شنید، تا همون ملاقاتی که یوحنا داشت ما داشته باشیم. ای خداوند پس ای روح القدس عزیز بیا، بیا ای خداوند کلیسای خودت رو تفقد کنه. ای خداوند بیا این ملاقات رو به ما ببخش. ای خداوند این دعای ماست، این آرزوی ماست. ای خداوند هللویا، خداوند هللویا، خدایی که تو روزی مثل بره بر صلیب ذبح شدی و خون تو ما رو از گناهان آزاد کرد، اما باور داریم ای خداوند تو روزی باز خواهی گشت، اما نه مثل بره ذبح شده، بلکه مثل شیر قبیله یهودا، و در میان قوم خودت گردش خواهی کرد. ای خداوند امروز ما رو آماده کن، ای شیر سبت یهودا، که ما بتونیم در مقابل تو بیستیم. هللویا هللویا. همینطور خداوند بطلبید، در دعا باشیم.